یا رب تو مرا انابت روزی کن، شایسته خیش طاعت روزی کن، زان پیش که فارغ شوم از کار جهان، اندر دو جهان فراغت روزی کن. بیننده های ارجمند السلام علیکم. برنامه نوبتی چراغ هدایت بازم مهمان خانه های شماست و در صحبت ما استاد گران قدر ما معاون رئیس شورای علمای دینی ولایت سغد استاد خواجه میر. خواجه میر خوش آمدید میگم استاد. شکر رحمت. و هر دفعه با حضور استاد ما یک موضوع را میگیریم که البته آن از گنجینه بی‌بهای معرفت اسلامی گرفته شده است و امروز ها که در روی عالم تمام مسلمان های روی عالم از فرارسی ماه شریف رمضان از این روزهای پربرکات استفاده کرده اون رکن سیوم بنای مسلمانی که داشتن روزه ماه شریف رمضان است ادا کرده استادند و این لحظه های است که شما ما را دیده استادید و هر بگاه یک موضوع را ما مطرح میکنیم که آن مولا مول از معرفتی بزرگ اسلامی است که آن هزار ساله ها هرگز قیمت خود را گم نکرده است و قول مولانا این در رگ و خون ما هست و به قولی که هر کسی که دور مان از اصل خیش باز جوید روزگاری و اصل خیش و همیشه که شنیدن این کلام برای همه ما و شما خوشایند است. ما امروز میخواییم در موردی این همین برکات و فضیلت این همه ماه شریف رمضان ما اگرچه قبلا در این موضوع برنامه مطرح کرده باشیم هم اما به اندازه یک برنامه ما نمیتوانیم تمام جزئیات های دریافت ثواب را از این ماه را بررسی کرده باشیم و ما میخواییم امروز در مورد نیکی کردن در این ماه شریف مخصوصا برای آنهایی که همیشگی در دلشان میخواهند که از فرصتی بودن این ماه بیشتر ثواب را به دست گرفته باشند، نیکی کرده باشند. خود کلمه نیکی این به کسی خوشنودی آوردن است، کاری کسی را سبک کردن است، به کسی خوشحالی آوردن است. و استاد من میخواستم در مورد نیکی کردن در این ماه شریف، ماه پربرکات که واقعا این حتی اگر در مورد شب قدر گوییم عبادت یک شبی اون گوییم برابری هزار ماه، یعنی این وعده خداوند است و من میخواستم در مورد نیکی در این ماه برای ما و بیننده ها چند سخن گفتید. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و به نستعین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین. وقتی که ما به حکمت های ماه رمضان نگاه میکنیم، ماه رمضان از طرف خداوند برای بندگانش یک نیکی است. بله. وقتی که آیدهای فرضیت روزه را ما میبینیم، از حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره ماه شریف رمضان نگاه میکنیم، حقیقتا ماه شریف رمضان بزرگترین تحفه، بزرگترین نیکی برای بندگانش است. مادامی که خداوند در یک سال اینقدر یک نیکی بزرگ برای بندگانش میداده است، بندگانش هم از این فرصت استفاده برده برای بندگانش نیکی کنند. چون الله سبحانه و تعالی میپرسد، از هر یک چیز میپرسد. انسان فکر نکند که از این ماهی مبارکی که ما قرار داریم خداوند داده است و این ماه ما هم خیلی نفهمیم بی پروا گذرانیم، نه، حتما پرسیده میشود. چون کدام چیزی که قیمت باشد از هوای پرسش سختر میشود، قدرش بلند باشد نسبت 11 ماه دیگر که قدر ماه شریف رمضان الله سبحانه و تعالی در قرآن بیان میکنه. چطوری که حاضر گفتید یک شب اینا عبادتش برابر هزار ماه باشد، دیگر عبادت هایی که در این ماه خداوند وعده کرده است، اجر پاداش وای ها را، این چی قیمت ترین چیز بود از این خداوند میپرسد. از برای خاطر همین هم نسبت دیگر وقت ها دیده و قدر این ماه شریف رمضان و قدر هر یک دقیقه رسیدنش مسئولیتش زیادتر بود است در گردن هر یک انسان. الله سبحانه و تعالی ماه شریف رمضان در قرآن بیان میکند که ما بی پروا نشویم، ایام معدودات، یعنی روزهای باشمور. خداوند برای چی شهر کامل روزهای باشمور، ایام معدودات،
یعنی این روزهای با شمارن. حدیث ها میگن که مثلا یک چیز اگر شما یک کس یک چیز طلب کرده بیاد خونتون، اگر دو سه چیز دادگی باشه، اگر شما هوی یعنی میگه دو سه تا مونده است نمیتید برای خودتون ضرور. یک الله سبحانه و تعالی از سبب همگان به این ماه احتیاج داشتنشون همه را آگاه کرده، میگه ایام معدودات، روزهای چی با شما هستند. همین این آیات ها و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که این روزه این ماه به سه ده تقسیم کرده گستند، به سه ده. بینید این اگر سال میشد یا دو سه ماه میشد این چی به ماه تقسیم میکرده، اما پیغمبر خدا اوله رحمت و اوسطه مغفرت و آخره عتق من النار گفته، یعنی به سه ده تقسیم کردن. چرا پیغمبر خدا این ماه رمضان به سه ده؟ چون که هر یک دهش یک نام دارد. انسان حرکت کند که اگر خواهد که سزاوار مهربانی الله می شود، ان همین ده را ادس نتید. ده روز کک، ده روز کک رحمت. مثلا آدم ها برای خاطر یک جو اگر یک حسن جمع کنه رو، اگر ده روز برای او کمی است، برای خاطر یک بعضی درخت های میوه مثلا میشینن کفایت نمیکنن، حرکت میکنن که همین در اگر بارو میشدگی باشه یا که همون وقت خوشون تمام میشدگی باشد، شب و روز کار میکنن که همون حاصل شکرن به دست بیارن، تیزتر میجون بالا شب و روز که حاصل. لیکن رحمتی که خداوند در دهی اول وی وعده کرده است، ما یگان دقیقه به دیگر کار مشغول نشویم، ما مشغول باشیم این چیز ما همش به دست آورده نمیتوانیم. لیکن الله وعده کرده است که من رحمتم رحیم هستم، من میدیم. نیتی بنده رو نگاه کرده، سعی و کوشی بنده رو نگاه کرده. دویم دهم دهی مغفرت. این قدر ما سزاوار مغفرت خداوند هستیم که این سالهای دراز اگر ما طلب کنیم شب و روز به امید باشیم که ما همیشه اون سزاوار همین مغفرت خداوند نمیشیم. لیکن الله سبحانه و تعالی آسانکه کرده، بخشایش گناهش در همین ده روز ده روز کرده است که پیغمبر خدا دهی دویم دهی مغفرت کردن، که بلکه دهی یکم گذشت مثلا میبینه این روز 4 روز یا 5 روز دهی اول من دهی مغفرت و مسادن. ما چه خیلی بعد دهی مغفرت میبرون اینقدر نیازمندیم، بلکه دهی یکم ما چون میکنیم ادرس که دادیم کسی که چیزی که کسب کرد گذشت اگه دهی مغفرت. اکنون با دهی سه میبینید که دهی اتقامین نیران از همه بود، دهی که انسان به وی احتیاج دارد، دهی که و انسان اگر خداوند نصیبش کرده که باشد وی کرده باشد از آتشی دوزخ شما میکند خلاص میابد. از همه این چیزها معلوم میشود است که حقیقتا ماه شریف رمضان یک فرصتی از همه ده قیمت ترین فرصت و ذهبی میگویند بعضی کتاب ها، فرصتی تلاگین هست که انسان این چیز باید چه کند، از دست ندهد، حرکت کند همه وقت. از برای خاطر همین هم اینقدر این فرصت فرصتی بزرگ بودنش بود که ما به تاریخ صحابگان نگاه میکنیم. صحابگان کرام 6 ماه پیش از آمدن رمضان فکر خیالشون در همین ماه رمضان بود که چیکار کنم، برنامه رمضانی خود 6 ماه پیش از این تصنیف، یک روز مثلا یا که یک ماه یک تاشه که چیکار کنم همش، یا که دیگر برنامه خودشون آماده میساختن که به همین قدر فضیلت که صحابگان پیغمبر خداوند در قرآن مدح میکند، انصار و مهاجر شو میگوید، یا که رضی الله عنهم و رضوا عن گفته در قرآن صفات شو میکند، در احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگن که یک کفینه صحابگان من خیر و سخاوت کردگی هاشونه، اگر شما به مانند کوه خیر و سخاوت کنید ثوابش نمییابید. که همین قدر فضیلت کته صحابگان رسول الله 6 ماه پیش نیامده پس با ماه رمضان به این فرصت به خاطرش میرسیدن غنیمت میدونستن. اکنون ما البته بندگان هستیم که با یک امید، با یک از الله سبحانه و تعالی، با یک خاکساری و با یک تواضع التجا میکنیم که این عملهای عاجزینه ما رو چا کند قبول کند. و دیگر چیزی که البته در این ماه شریف رمضان گفته که با یک برنامه این چیزها تموم نمیشود، ما وقتی که به کتاب‌های محدثان مفقهان درباره مسائل این ماه شریف رمضان نگاه میکنیم و یه هر سال‌های طولانی اگر ما برنامه داشته باشیم اما که به آخر نمی‌رسانیم. چطوری که گفتید این یکی از سیومین رکن‌های اسلام است. هر وقتی که ما به خودی کلمه همین رمضان نگاه میکنیم یا که به روزه نگاه میکنیم، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام یک حدیث از پیغمبر حضرت علی روایت میکنن که میگن که لکل شیء زکات و زکات البدن الصوم،
ان همین عبادتی از همه بزرگترینه که ما در ماه شریف رمضان میکنیم این روزه داشتن است. این حضرت علی از پیغمبر شنیده تفسیر کرده میگن که هر یک چیز میگن انسان همون چیز پاک کننده دارد، زکات به معنی پاک کننده، یکی انسان از تمام همون چیزها پاک میکند است. این رمضان است، روزه است. حقیقتا این پاک کردن بدن از بیماری ها، پاک کردن روح، پاک کردن دل، دیگر پاک کردنش امروزها علماهای طب هم اثبات میکنند که به واسطه ماه شریف رمضان رو جسد انسان چقدر از چیزها پاک میشود. یا که علماهای اسلام که یعنی روح انسان چقدر ایمان انسان زیاده میشود، که ما درباره فواید ماه شریف رمضان انشاءالله با موضوعهای بسیاری در پیش داشتیم، شاید لیکن گپ زنیم این چیزها رو ما کم کرده نمیتوانیم. لیکن یک چیز شما از سبب گفتنتون گفته گذاشتید، حقیقتا اون عمل هایی که در این ماه شریف رمضان کرده می شوند تا 700 مرتبه ثواب زیاد کتابت کرده می شوند. این یعنی دونی هفتانی 700 مرتبه به زبان گفتن آسان است که 700 مرتبه یک عمل صالحی که در این ماه کرده می شوند یعنی زیاد کتابت. حتی در دوام حدیث می گویند که کدام عمل نافله نفل است. مثلا نفل است، مثلا در نماز پیشین از نماز پیش خوندن چهار رکعت از سنت نماز پیشین یک نماز نفل است. یا که وقتی که طهارت میکنیم ما دو رکعت از سنت نماز تهجد وضو میخونیم، یا که شب ها خسته ما سنت است نفل است نماز تهجد میخونیم. همین عبادت های نفلی که در ماه شریف رمضان به جا آورده میشن، ثوابش برابر فرضی که در دیگر ماه ها به جا آورده میشود. مثلا فرض در فرض چقدر است؟ این قدر ماه شریف رمضان، این قدر فضیلت، این قدر وقت پر قیمت بود است که بینید که انسان به گفتن زبانش عاجز می شود. بله بله، یعنی دریای رحمت خداوند بیکنور است و خداوند همیشه گویی فرصت می جوید که بنده ای او از عاصیت، از معصیت پاک، از گناه پاک شود، به او رجوع کند، به خالق خودش از او یاری جوید و تنها به او تکیه کند. تشکر استاد. من میخواستم چون کمتر ایساده گذاشتید، من میخواستم مفصلتر در مورد روزگار، اعمال و رفتار معلم بشریت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مخصوصا در ماه شریف رمضان چگونه بود، اون کس برای تمام امتان خودشان الگو هستند، نمونه هستند که مثلا تا امروز این همین سنت پیامبر رو ادامه داده شده. امروز آن گفتارهایی که حضرت پیامبر گفتند به شکل حدیث از زبان صحابگانشون تا به امروز آمده، آن مورد عمل است. من میخواستم برای این در این مورد چند سخن گفتم. چطوری که بیان کردید صحابگان پیغمبر هم رضوان الله علیهم اجمعین به پیغمبر خدا در همه عملهاشون بسیار اهتمام اهمیت میدادند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بعضی وقتها میدیدن که حالت هر خیل است، لیکن از همه حالت بسیار هم پر نورترین پیغمبر خدا نور بودن، پر نورترین از همه حالتی که بسیار هم پیغمبر خدا که در حیاتشان در دیگر فصلها رخ نمیداد، اینقدر شادی، اینقدر خرسان، اینقدر تهجد، اینقدر سیر حرکتشان در همین ماه شریف رمضان میدیدن. این مشاهده صحابگان و مشاهده امهات المؤمنین زنهای پیغمبر مادران ما. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنن که من پیغمبر خدا را در یکم وقت اینقدر یک معجزه بودن شون در سنده که در روی زمین بمانند آدم میگشتن، اینقدر اعجازهایی که در پیغمبر داده میشد در ماه شریف رمضان مشاهده میکردم، در دیگر ماه مشاهده نمیکردم. مثلا میگوین که در حدیث که وقتی که پیغمبر خدا ماه رمضان میدر آمدن به مانند یک شمالی که از وزیدن وی انسان خستگیش میبراید، دلش رفشن میشود، رنجش دور میشود، ماه شریف رمضان که میشود پیغمبر خدا به مانند همون ریح المرسله شمالی که دایم میوزد به مانند همون شمال میوزیدن، یعنی در عبادت بودن. در شرح همین حدیث امام نووی رحمت الله علیه که از شارح حدیث های امام مسلم هستن میگن که چرا پیغمبر خدا را المؤمنین عایشه صدیقه به شمال پی در پر به ریح المرسله، چون که در عبادت در ماه شریف رمضان پیغمبر خدا مانده نمیشدن.
این بعد این دلالت میکند که بعضی کس ها ماه شریف رمضان نامده اکنون روزه میگیرند، شاید که روزه هاشون به اخلاص نیست. اگر شخصی که به اخلاص روزه گیرد این چیزها رو تفکر نمیکند که پیش از آمدن رمضان یعنی ماه رمضان چخل برارم روزه نگیرم نمیشد، پدرم مادرم ملامت هم میکنند یا که جمعیت ویم میکنند یا که همسرم تعامم نمیپذد یا که در دلم یک سیاهی پیدا میشود گفته و همین چیزها یعنی روزه میگیرد. لیکن پیش از آمدن رمضان به جایی که در ماه رمضان برنامه ثواب اجر رضاگی الله را یعنی کسب کند تحلیل تهیه کند و چومکر ماه رمضان چخل گذاشته نشه الکی با کدام عبادت هایی که با کدام کارهایی که عبادت نه با کدام کارهای زشت که گذرونن با همون کارها و میگن مثلا خرطه میخرد خرطه بازها رو میوبد خرط به خرطه مشغول میشود. حال آنکه الله سبحانه و تعالی ایام معدودات گفت این وقت محدود کرد این چیز عمل هاش گفت، لیکن البته اکنون پیغمبر خدا را چرا ریح المرسله گفتند؟ برای خاطر که پیروانشان امتاشون از همون کارهای زشته که این ماه رمضان مونده نمیکنند. پیغمبر خدا را درباره قوتشون میگفتند که پیغمبر خدا اینقدر یک شخص بسیار هم با قوت و توانایی و اینه بودند، پیغمبر خدا یک شخص بسیار عادی بودند، لیکن به همین قدر عادی به همین قدر وایشون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام شو میکردن ماه شریف رمضان به مانند همون شوم نمازی که یعنی شمالی که هم شب هم روز میوزد همین قدر عبادت ختم میگذروندن. در روزه ماه شریف رمضان روزه میگرفتن غیر از روزه ماه شریف رمضان که حدیث های پیغمبر ما میدونیم که شب شب عبادت میگذروندن من قام رمضان ایمانا و احتسابا. پیغمبر خدا میگه کسانی که ماه شریف رمضان ایمانن احتسابن شب شب عبادت گذرانن گناهاشون بخشیده میشود. اکنون ایمانن چی؟ یعنی باوری میکنن که این فرموده الله هست. احتسابن همین که با یک باوری کامل که گناهاشون بخشیده میشود. همین دو شرط کته اگر میگن هم روزه هم عبادتش هم خیر و احسانش با همین دو شرط که اگر گذرانن که خیر و احسان کردن از طرف پروردگار فرمان است برای خروازگی خودم میکنم برای خاطر یک افطار دبدبه آدم ها من مدح کنن ستایش کنن نه که زکات ما برو ورده آدم ها رو جمع کرده تیم که آدم ها این زکاتش اخفده نه برای خاطر این نه بلکه دو چیز برای رضاگی الله فرمان الله هست و این چنین برای خاطر چی که یعنی قبول میکنن گفته خدا وعده کرده است گفته و ان همین چیز خطی کند یعنی عبادت شبینش هم سبب بخشایشی یعنی گناه میشه گناه همون بنده می میشه است. بله بله تشکر استاد. واقعا در مورد ان همون چون موضوع صحبت ما در مورد اجرای اعمال های نیک گویا کارهای ثواب در ماه شریف رمضان است که واقعا این ایومی است که هر یک دقیقه ثانی اون گویا غنیمت است پر ارزش است. با قول همون بیت مشهور که هر شب شب قدر است اگر قدر بدونیم اگر ما واقعا به قدر این ایام واقعا رسیده باشیم. استاد عزیز یک نکته رو کمتر گفته گذاشتید، من میخواستم ان همین رو با کمتر بسیتر در موردی گویم رفتار امروزی ما که مثلا یک هدف سازمان دادن برنامه ما این یک آینه باشد برای دیگران که ما خودمون رو در آن دیده خود رو اصلاح کرده توانیم خود رو تغییر دهیم به نیکی تغییر دهیم به خوبیش تغییر دهیم. گویم که نیکی کردن به همدیگر یک کاری ثوابی رو کردن به همدیگر پیش از همه باید خالصانه باید باشد نه مغرضانه. از همون چیزی که شما گفتید مثلا اونی که یک کاری خیری که انجام دهد نباید نمایش کارونه بلکه گویم در راه رازگی خداوند که از این کاری میکردگی من خداوند راضی باشد و چون گفتیم که واقعا وعده خداوند به یک هفتصد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره شرط های قبول بندگی شرط های قبول عبادت شرط های قبول عمل صالح یک چند چیز شرط میگذارن. از همه شرط اولین این میگن خالص برای خدا باشد دیگه شرط هاش مکمل باشد اما ان همین شرط اساسی نباشد پیغمبر خدا میگن لا یقبل الله عنهم عدلهم ولا صرفهم. اون بنده رو میگن خواهی که خراجات میکند خواهی که کدام کاری که میکند قبول نمیشود یکم باید چی طوری گفتید این چی برای رضاگی الله باشد. اکنون ان همین سبب اولین ما و شما در همین ماه شریف رمضان تعلیم میگیریم از همه تعلیم تاثیرناکترین برای بنده مؤمن ان همین عبادت های در ماه شریف رمضان است. مثلا همون روزه اگر انسان
خالص برای الله باشد، حرکت میکند که همون روزش چیکار کند، در همه حالت دارد. این خالص چون برای الله است، از برای خاطر همین هم صاحب مذهبی ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدرسه ماه رمضان با یک مدرسه یک ماهینه یک سال تشبیه میدهند. میگویند که بعضی شاگردانشون در آمده میگفتند که ماه شریف رمضان وقتی درس دادن، بعد یک روز امام ابو حنیفه رحمت الله گفتند که شما گوید که ما یک مدرسه یک ماهینه را تمام کرده استادیم. حقیقتا ما به گفتار پیشوای مذهبی خود نگاه کنیم، ماه شریف رمضان یک مدرسه است. انا همین انسانی که طبق نشان داد به قدر توانایش همون عملهایی که زبان از غیبت نگاه داشتن، به دستها برای انسانها نیکویی کردن، عبادت ماه شریف رمضان خیسته شب زنده داری کردن، روزه گرفتن، انا همون تعلیمات، همون درسی که در همین ماه شریف رمضان هست، اگر انسان از همین مدرسه، هم مدرسه آموزش، هم مدرسه تجربه، هم آموزد و هم تجربه کند، اگر بعد از برآمدنش انا همون تأثیر هوای، تأثیر همین مدرسه در وی تا یک سال دیگر می ایستاده است. چرا امام ابو حنیفه را پرسیدند که ماه شریف رمضان یک ماه شد، چرا یک ماه، دو ماه نه یا 20 روز نه؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اساسهای علمی خود پیش گرفته، گفتند که کدام انسانی که در همین یک ماه یک چیزی که عادت کرد برای 11 ماه دیگر کفایه است. چونکه وای خودشون از خود چیز اثبات آوردن، گفتن که من همین چیز از تجربه گذروندم، عادتی که اگر در یک ماه من به اهتمام داشتگی باشم، اگر یک ماه عادت کنم که انا من یک جزء قرآن من میخونم، بعد از برآمدن ماه شریف رمضان 11 ماه دیگر همون عادت که میبیاد، من همون عادت کرده حتما همون جزء قرآن میخونم یا که تفسیرش میخونم یا که یک عبادت دیگر میکنم. حقیقتا ما شما این چیز خود میبینیم که وقتی که بعد از ماه شریف رمضان که برآمد، بسیار عادت هایی که برای ما مهیا میشود، اثبات میشود، همون عادت ها رو ما میبینیم. سحر خیزی، شب وقتی که افطار میشود، عادت، همین چیزها هست. اکنون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که کسانی که در همین یک ماه شریف رمضان همون عادت های خصلت های نیک که از خود که کردن، وایها حتما در وجود وایها در همون انسان یک تغییرات پیدا می شود. در یک حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن که انسان میگن ماه رمضانش با ماه دیگرش باید که برابر نباشد، یک خل نباشد. حتی که انسان که ماه رمضان که در آمده تغییرات در وجود که وای که در کردار وای، در رفتار وای، در ایمان وای، در تقوا وای که پیدا شد، حتما این چیز تاثیرش به دیگر ماهی دیگر هم میرسد. گفته و یعنی صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردارهای خود بیان میکنن که ما پیش از نامدن فرض شدن رمضان چقدر بود احوال ما. وقتی که روایت کرده میگن که وقتی که ما پیش از فرضیت رمضان میگشتیم، اینقدر و بیچارگان، کمبغلان، درماندگان به قدر وایها نمی رسیدیم. یکی از سبب به حال و احوال شخصان کمبزاعت، یتیمان، بیچارگان رسیدن ما، این همین ماه شریف رمضان است. وقتی که ماه شریف رمضان که شد، ما دیدیم که در ماه شریف رمضان یک روز هیچ نمی خوریم، چقدر تشنه می مانیم، چقدر گشنه می مانیم. بعد از رمضان ما دیدیم اون شخصیت هایی که نه تنها در رمضان، پیش از رمضان در دیگر رمضان هم، در دیگر ماه هم چیزهای خوردنی نداشتن، یعنی آشامیدنی نداشتن، با قدر همون شخصان مستحق بعد از آمدن رمضان که ما در رمضان تغییر یافتیم، بعد به قدر وایها رسیدیم. گفته صحابگان پیغمبر، از آن جمله حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه در یک روایتشون بیان میکنند. بله، تشکر استاد، تشکر برای شرح این موضوع. راستی همین آخرین نکته ای که گفتید، یکی حکایت یادم اومد که مرد از خونهاش با جهل بیرون می شود، شکایت می کند که اینقدر مهنت می کنم، مهنت می کنم، اما من هرگز نمی توانم یک کفشی کهنه خودم رو نو کنم، کفشی دریدی خودم رو. و چون بیرون می رود که در کوچه می بیند مردی رو که دو پونه دارد و با دستانش گویم خود رو برداشته قدم به قدم حرکت می کند و می گوید خدا من رو توبه کردم، من که در پایم پای افضل ندارم، اما این مرد پای ندارد. یعنی در همیشه که انسان باید انا همون نعمت ها رو
در موردش باید شناخته تواند و به قدر آن رسیده باشد. برای شرح این موضوع به شما تشکر میگویم که واقعا امروز ما را از این گنجینه معانی معرفت اسلامی بهره‌ور گردانیدید که واقعا توانستیم که اگر همین برنامه در بهبود بخشیدن زندگی معنوی و اخلاقی بینندگان نفری اگر خدمت گذاشته باشد، فکر میکنم ما امروز رسالت خودمان را انجام داده استادیم. باقی به قضاوت شماست بیننده های ارجمند، چون این ماه ماهی عبادت است، ماهی ریاضت است، ماهی دریافتی ثواب است و واقعا هم در مورد اصلاح شدن، در مورد بهبود شدن، حتی چون گفتیم که بعد رمضان باز 11 ماه دیگر اگر اون باشد، این گوییم هر یک نفری که از این بهره یافت خوش به حالش. این برنامه چراغ هدایت بود، خانه تا آباد باشد. خیر.